تهران از اعضای اروپای برجام خواستار تضمین اجرای این توافق شده. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز گفت که اروپایی‌ها از جمله برلین تماشاگران منفعل بودند. ما انتظارمون این هستش که تمامی طرف‌ها وقتی به وین میان این بار با این درک از واقعیت بیان که راه فراری جز اجرای کامل تعهداتشون ذیل برجام ندارن، باید اطمینان کامل به جمهوری اسلامی ایران بدن که این بار هیچ طرفی نقض برجام رو نخواهد کرد، هیچ طرفی به بهانه‌های واهی از جنس تحریم‌های فراسرزمینی یک کشور ثالث تعهدات قطعی دو جانبه خودشون رو زیر پا نمیگذارن. قرار است اعضای باقی مانده در برجام و آمریکا مذاکره های احیای این توافق را در وین با دولت ابراهیم رئیسی از سر بگیرند. ایران در حالی میگوید باید همه طرفای مذاکره به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کنند که خود این کشور در حال نقض گسترده تعهدات برجامیش است. افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم به 60% و تولید اورانیوم فلزی در کنار کاهش همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شرایطی که امکان راستی‌آزمایی میزان پیشرفت اتمی تهران را برای آژانس بسیار دشوار کرده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در جریان مذاکره‌های وین که حال متوقف شده، از طرف‌های گفتگو خواسته بود در توافق با ایران تضمینی هم برای ادامه همکاری‌های تهران و آژانس بگیرند. در توافق هسته‌ای که 6 سال پیش با مشارکت ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه به دست آمد، به ایران پیشنهاد شده بود که در مقابل لغو تحریم‌های بین‌المللی بر این کشور، محدودیت شدید برنامه هسته‌ای‌اش را بپذیرد. اما واشنگتن به طور یکجانبه توسط دونالد ترامپ از این توافق خارج شد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران دوباره اعمال شد و تهران هم در مقابل به تدریج اجرای تعهداتش در این توافق را کاهش داد. مذاکرات احیای برجام در وین حدود 7 ماه پیش آغاز شد، اما از حدود 3 ماه پیش، زمانی که ابراهیم رئیسی یک اصولگرای تندرو به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد، این مذاکره ها هم متوقف شدند. تهران میگوید که به زودی گفتگوها را از سر میگیرد، اما با طولانی شدن تعلل ایران برای اعلام تاریخ مذاکره ها، اعضای اروپای برجام و آمریکا به ایران هشدار دادند که پنجره فرصت در حال بسته شدن است. سعید خطیب‌زاده میگوید که کشورهای اروپایی میدانند که اگر به گفته او بی عملی آنها نبود، آمریکا هم توافق هسته‌ای را نقض نمی کرد. من امیدوارم که صدر اعظم آلمان و کشورهای اروپایی توجه داشته باشند که اگر بی عملی اروپا نبود، جسارت ترامپ نمیتونست اتفاق بیفته که از تمامی توافقات خارج بشه، برجام رو نقض بکنه، قطعنامه 2231 رو نقض بکنه و تمامی پایتخت‌های اروپایی به شمول برلین یک تماشاچی منفعل باشن. آنگلا مرکل روز یک شنبه در سفر به اسرائیل از ایران خواسته بود بیدرنگ به مذاکرات بازگردد. هرگز برجام رو یه توافق ایدئال ندونستم، اما بهتر از اینه که هیچ توافقی وجود نداشته باشه. این رو میشه از جوانب مختلف دید. الان در شرایط بسیار دشواری قرار داریم، چرا که دولت تازه آمریکا قول داده به این توافق بازگرده، اما روزها از پی هم میگذارند و ایران هیچ تلاشی برای از سرگیری مذاکره ها نشون نمیده. تهران میگوید که هیچ متن یا توافق جدیدی در حال مذاکره نیست و تنها یک بحث فنی است تا از اجرای کامل توافق هسته‌ای توسط همه طرف‌ها اطمینان حاصل شود. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که در روزهای آتی تحولاتی پیرامون مذاکره‌های برجام انجام خواهد گرفت. در میانه بی‌اعتمادی که بر مذاکره‌های وین سایه افکنده، به نظر می‌رسد که پیش از هر گفتگوی بر سر احیای برجام، همه طرف‌ها به دنبال گرفتن تضمین هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.